بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت عزیزان بزرگ در جلسه، عرض خودم رو شروع میکنم با امید اینکه انشاءالله انوار تابیده از موالید مبارک این ماه و شبها بر وجود تک تکمون مستدام باشه و نور شما بزرگواران که خادمین صنعت نساجی پوشاک و طراحی کشور هستید بر صنعت نساجی پوشاک و طراحی مستدام باشه. اون چی که امروز موجب شد که این جلسه برگزار بشه، گزارش مختصری از فعالیت بخش نساجی پوشاک کشور بود که در حضور شما بزرگواران عرضه بکنیم و ضمن خوش آمدگویی که به تک‌تک شما عزیزان دارم، ضمن گرامی داشته در واقع خدمات ارزنده‌ای که پیشکسوتان و پیشگامان صنعت نساجی طی تاریخ در واقع فعالیت دوستان حاضر در جلسه که بودن، بعضی ها سن و سالشون حالا آقایون مشکلی ندارن، در سن و سال از 50 سال بیشتر، ما افتخارمونه که این بزرگواران هستن، حضور دارن و نورافشانی میکنن به صنعت خودشون. میدونن دوستان که هر وقت توی مملکت ما بعد از انقلاب کار به استخون رسیده، هر جایی بسیج وارد صحنه در واقع کارزار شد. اصلا فلسفه وجود بسیج این نیست که کار اجرایی بکنه. فرمانده محترم بسیج اسلام شد دکتر اسلام بود که زمین خوش آمدگویی به ایشون و همه بزرگواران حضور دارن توضیح خواهد داد فلسفه وجودی بسیج اخشار و اسلام و صنعتگران در چه جایی. ولی ما به خاطر اینکه احساس کردیم واقعا دیگه چاره ای نداریم، دست به دامن بسیج شدیم و یه شکل و پایه وجود اومد، وجود تمام کسانی که عشق می‌ورزن به این صنعت، علاقه دارن، دلشون بخواد که این صنعت پاینده و پایدار بشه، راهکارهای خوبی شناسایی شد با جلسات مستمر و ماهانه‌ای که در مرکز بسیج اخشار تشکیل شد. از سراسر مملکت بزرگواران زحمت کشیدن، حضور پیدا کردن، موانع و مشکلات مطرح شد و در قالب این پروتکل و این نامی به مرکز رفع موانع تولید مجلس که ریاستشون آقای مهندس فولاد کرده عرضه شد به صورت لایحه‌ای همزمان و به موازات سایر ارزم حضورتون NGO و انجمنهای تخصصی مجموعه رو جمع کرده بودن، به جمع‌بندی رسید و تحت یه لایحه با مقام و مهم که سابقه نداشته در قبل و بعد از انقلاب تمام تقریبا مشکلات مبتلامه صنعت نساجی پوشاک مطرح شد تا آخر اردیبهشت قرارید انشاءالله خروجی خوبی داشته باشه. از جمله چیزایی که مطرح شد و عافیت کسانی که مبادرت به عرضه و تولید، مهمتر از عرضه، تولید و عرضه محصولات داخلی دارند، هم از نساجی پوشاک و سایر حرف و تولیدات داخلی. خوشبختانه روز به عنوان کارگران مظهر رهبر فرزاد انقلاب بودیم، نویدهای خوبی داده شد به این که ما توی مسیری قرار داریم که بایستی به راهی که میریم، راهی که میسازیم و راهی که میپیماییم. تأکید مازمان ره این بود که ما خادمین به صنعت راه رو بسازیم و اون راهی که ساختیم رو بپیماییم. پیمایش و پیمودن سریع میگیم اینجا مورد توجه مسئولین نظام ما هست نفسن روا بازمان. انشاءالله ما با عرضه در واقع نقشه را که مبتنی در اهداف ترسیم شده و برگرفته از راهنمایی های تک تک شما بزرگواران اساتید در اشتاق دل سوزان این سرد پایده 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 هست
تصدیق شده. یکی از خروجی‌های این در واقع شجره تغییر ایجاد این مرکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقاتی رو من عرض کردم به جناب آقای دوستانی که حالا خدمتشون رو جناب دکتر تشکیل داشتن. این کارا کارهایی که دولت ها باید انجام بدن، ولی با همت بالایی که در واقع قانون محترم بسیاری کشور جناب دکتر بفتایی و سردار خانم علی بخشی، این زوج در واقع مجذوب و خدوم به صنعت عجیب خودشون از می کردن و در شهر مستقر کردن، ما احساس کردیم که تا خدمات در واقع مبتنی بر تحقیقات علمی و پایی انجام نگیره ما به جایی نخواهیم رسید. این که بیام یه روز بگیم بالا بسندگی رو تقویت کنیم، چه نخی تولید بکنیم و چه پارچه رو تولید کنیم یا نکنیم، این مستلزم اینه که ما یه نقش راه مبتنی بر اهداف محقق شده که تحقیقات لازم انجام شده انجام بدیم که این مرکز در واقع خوشبختانه با به صورت اولین مرکز یه ما پژوهش کرده رنگ نساجی رو دادیم که من رنگ نساجی هم تنها نیست پژوهش کرده رنگ جاوید دکتر قرنچی و دوستانش مستادان استادی برای کار بکنم، ولی مرکز تحقیقات نداشتیم. مرکز تحقیقات باید به وجود بیاد که بعد از ایجاد سه تا مرکز تحقیقات ما میتونیم یه پژوهشگری داشته باشیم و بعد از ایجاد سه تا پژوهشگری یه پژوهشگر داشته باشیم. به امید اون روزی که مشکلات در واقع از این صنعت پاینده رفت برکنه و ما با نقش راه صحیح و درست مبتنی بر تحقیقات انجام شده بتونیم به اهدافمون برسیم و بگیم که بسیج دیگه کاری نداره توی ارزم و زودی نسلش کشان بره دنباله یه بسیج دیگه، یه بسیجی که بیشتر بشه نستان با ذکر سلواتی من محمد و آن محمد امشاره بتونیم به استقبال برنامه بعدی بریم.